بازار طبابت کم و بیش از 45 تن طبیبان یونانی در کندهار بسیار گرم است. هرچند اکنون زمینه های تداوی بگونی طب اصلی در افغانستان بیشتر فراهم شده اند، اما هنوز هم شمار زیاد باشندگان کندهار از داروهای یونانی استفاده می کنند. دکتران طب یونانی می گویند که بعضی از مردم به علت ناداری و پایین بودن بهای این دواها به تداوی به شیوه طب یونانی رو می آورند. الحمدلله نسبت و بخات در دیر پرمختگ لری او دیر هغه بوتی چې په خوا به بهر تکلل بیا به بیرته په موږ باندې پلورل کېدل، هغه اوس دلی موږ انشاءالله اهلي کړي دي. هغه وحشي بوټي اهلي کړي مو دي او تجربه کړي مو دي د هېوادوالو تر ډېره حده انشاءالله مریضۍ او مشکلات ورسره رفعدې. مردم کندهار باور دارند که استفاده از داروهای یونانی افزون بر این که ارزان تر است عوارض جانبی نیز در پی ندارد. د مخ می یواری دوا کړه ده یونانی او غواړم چې دوم ځل لپاره دوا وکم او زما د مرضی د یونانی دوا ښه نتیجه ورکړه ده. انشاءالله د پخوا څخه مرضی مې ښه شوی ده. خان محمد ترکی رئیس اتحادیه دکتران یونانی میگوید که استفاده از داروهای یونانی در این اواخر افزایش یافته است، اما او میگوید که برای معیاری و رفیع شدن طبابت یونانی به همکاری های جدی دولت نیاز است. مورد دولت څخه غوښتنه داده چې اولا باید دې موږ ته انستیتوت جوړ کړي او موږ ته د دې لپاره د آګاهۍ لپاره چې بعض خلکو په دې کې ماسټري یا پی ایچ ډي په خارجي ممالکو کې کړي دي، هغه استادان دلې راولي او زموږ سره په دې باره کې هغو ته آګاهي ورکړي او هغو ته یو ښه ظرفیتو لوړولو لپاره زموږ سره کار وکړي. در همین حال ریاست سعدامی کندهار می گوید که وزارت سعدامه روی مسلکی شدن این طبابت کار می کند. در یونانی طبیبان فعال در روغتیا وزارت کار کی چه در غیل پار اخبال تگلار و استراتیجی چه وزارت لری روشانه ای او در طبابت که در پرکتس یو برخو بگرزی. اتحادی دکتران یونانی در کندهار می گویند که در این ولایت به بیشتر از 125 بوته داروهای یونانی دسترسی دارند که از این بوته ها در تداوی استفاده می کنند.